من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام می کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی باشد. دولت و ملت حسن روحانی میگوید هرگز با دشمنی که میخواهد با سلاح فقر و فشار ایران را تسلیم کند گفتگو نمی کند. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا باید از امید به مذاکره رؤسای جمهوری ایران و آمریکا دست شست؟ تحلیلگر گروه بین‌الملل بحران به ما خواهد گفت مانور دیپلماتیک ایران در نیویورک چه ثمری داشت؟ و ائتلاف امیدی که حسن روحانی از آن صحبت کرد تا چه حد شدنی است؟ این سوالمان از دو مهمان برنامه است. در ادامه برنامه امشب Announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our six committees to proceed with their investigation. آغاز تحقیقات رسمی مجلس نمایندگان آمریکا درباره استیضاح دونالد ترامپ به اتهام اعمال فشار بر کشوری خارجی برای تخریب رقیب سیاسیش. میگوید کار اشتباهی نکرده. تخلفات ایران تنها نقض مسائل تکنیکی قوانین بین‌المللی نیست، بلکه جدی و سیستماتیک است. اقدامات بی‌ثبات کننده‌ای که ضوابط بین‌المللی را زیر پا می‌گذاره و این اقدامات باید برای ایران تبعاتی داشته باشد. پیام وزیر خارجه بریتانیا به ایران دومینیک راب می‌گوید اگر می‌خواهید از انزوا در بیایید به قوانین بین‌المللی احترام بگذارید. متاسفانه در افغانستان شرایط هست دیگه که در اونجا ما مناطقی داریم که در اونجا خانما حاضر نشن برای کار کردن و ایراپور ما داریم که نشدن. ما دیگه ناگزیر شدیم. و 3 روز مانده به انتخابات افغانستان از آخرین اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات میپرسیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر گفت مذاکره تحت تحریم با آمریکا ممکن نیست. این در حالی است که سران بسیاری از کشورها نگران از تقابل ایران و آمریکا در خلیج فارس تلاش‌های دیپلماتیک را برای حل بحران افزایش دادند. دیروز هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود تا ایران رفتارش را تغییر ندهد تحریم‌ها باقی می‌ماند. همزمان حسن روحانی از طرحی با عنوان ائتلاف امید حرف زد، طرحی برای ایجاد امنیت در منطقه خلیج فارس با حضور کشورهای منطقه. اما اساساً چقدر باید حرفهایی را جدی گرفت که در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می شود؟ آیا حرفهای علنی رهبران ایران و آمریکا به معنای این است که در گفتگو بسته شده، یا اینکه تلاش‌ها در راهروها و پشت درهای بسته ممکن است راه به جایی ببرد؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از بهمن کلباسی. حسن روحانی پس از 72 ساعت مذاکرات فشرده با رهبران اروپایی و دیگر میانجیگران میان ایران و آمریکا با پیام پافشاری بر پیش شرط‌های ایران آمد. اول تحریم‌ها کاهش یابد، بعد مذاکره و شاید حتی عکس یادگاری با دونالد ترامپ. من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام می‌کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی باشد. دولت و ملت ایران 1.5 سال زیر شدیدترین تحریم ها استقامت کرده است و هرگز با دشمنی که می خواهد با سلاح فقر و فشار و تحریم ایران را به تسلیم وادار کند مذاکره نخواهد کرد. او اما همزمان سعی کرد راهی پیش پای آقای ترامپ که به شدت با برجام مخالف است بگذارد. اگر هم نسبت به اسم برجام حساسیت دارید به رسم آن بازگردید، ولااقل به چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت متعهد شوید. تحریم ها را متوقف کنید تا راه گفتگو باز شود. آقای روحانی در ادامه سخنرانیش با ادعای ثبات اقتصادی در ایران سعی کرد امیدهای آمریکایی‌ها به فروپاشی به سرعت اقتصاد ایران را به یأس تبدیل کند. اقتصاد ایران در سال 2017 بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را همراه با کاهش مستمر نرخ تورم
تجربه کرد و امروز هم علی‌رغم التهابات ناشی از عوامل خارجی در یک سال و نیم گذشته بار دیگر به مسیر رشد و ثبات بازگشته است. مخاطب دیگر رئیس جمهوری ایران در این سخنرانی عربستان و متحدانش بود. دعوت به یک ائتلاف امنیتی و مذاکره بر سر یمن برای جلوگیری از رویارویی نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز همراه با هشداری در مورد عواقب یک جنگ. در روز واقعه ما و شما تنها میمانیم. ما با هم همسایه‌ایم و نه با آمریکا. همه کشورهایی که از تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متأثر میشوند را به ائتلاف امید هوپ، یعنی ابتکار صلح هرمز پیس اندیو دعوت میکنم. هدف ائتلاف امید ارتقای صلح، ثبات، پیشرفت و رفاه کلیه ساکنان حوزه تنگه هرمز و تفاهم متقابل و روابط صلح‌آمیز و دوستانه میان آنان است. طرح ائتلاف که در این نشست سازمان ملل چندان مورد استقبال قرار نگرفت، اما احتمال در گرفتن یک جنگ تمام عیار در محاسبات عربستان و امارات و حتی واشنگتن تاثیرگذار است. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. خبرنگار ما بهمن کلباسی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک کماکان با ماست. بهمن، آیا میشه صحبت‌های آقای روحانی رو به نوعی پایان تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بحران دونست؟ حداقل تلاش‌هایی که رئیس جمهور فرانسه خیلی پیگیرش بود که منجر به این بشه که دو طرف همدیگر رو ببینن اینجا، یا اینکه دست کم بر سر یه چارچوبی توافق کنن که ایران یه گام‌هایی رو برداره در مقابلش آمریکا یه گام‌هایی رو برداره که به اصطلاح فضا فراهم بشه برای اینکه تنش‌ها کاهش پیدا بکنه. به نظر میاد این تلاش‌های آقای مکرون به نتیجه‌ای که دلش می‌خواست نرسید. حتی من از یک دیپلمات اروپایی در همین یک ساعت اخیر شنیدم که خیلی نزدیک بودن به یه چارچوبی که همه رؤسا رهبران این کشورهای پنج علاوه یک حالا چهار علاوه یک هست بیان و آقای ترامپ هم بیاد و آقای روحانی هم در اون جلسه باشه و در اون چارچوبی جلسه ای تشکیل بشه، ولی اون رو هم در نهایت موفق نمیشن طرفین رو راضی بکنن، مخصوصا طرف ایرانی که گفته است هیچ حضوری، هیچ دیداری، هیچ عکسی گرفته نخواهد شد مگر اینکه اول تعهد جدی بدن آمریکایی‌ها که تحریم‌ها رو لغو بکنن. به همین جهت در این قسمتش به نتیجه نرسیده. تلاشایی که رئیس جمهور فرانسه پیش از اجلاس کرده بود، به خصوص در نشست گروه 7 که اون چارچوب دادن یک 15 میلیاردی به عنوان کردیت به ایران، اون رو هم به نظر میاد با مانع جدی آمریکایی‌ها روبرو شده. البته رسما نمیگن که به کلی اون ایده دیگه بهش نخواهن پرداخت، ولی به نظر میاد که در موقعیتی نیستن که بتونن قول بدن که میتونن پیش ببرن اون ایده رو. در نتیجه اون هم به نتیجه نرسیده، ولی به هر حال این گفتگوها به صورت گسترده انجام شده، هم در سطح وزیر خارجه، هم در سطح خود رئیس جمهور با همتایان فرانسوی و بریتانیایی و آلمانیش، و به نظر میاد که همه میدونن که چه کسی باید چه گامی برداره که بشه یک پلی زد بین تهران و واشنگتن، و حالا برمیگرده به اینکه اراده‌ای وجود داشته باشه در واشنگتن که چنین کاری رو بکنن که یه مقدار تحریم‌ها رو بردارن، یا اینکه آیا ایران انعطاف نشون میده و حاضر در مقطع آینده بدون اینکه تحریم‌ها لغو بشه موضعش رو تغییر بده و با آقای ترامپ دیدار بکنه. به نظر میاد فعلا این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده. متشکرم بهمن کلباسی، خبرنگار ما در نیویورک. ولید فارس، مشاور پیشین خاورمیانه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و همچنین کارشناس امنیت ملی و سیاست خارجی شبکه خبری فاکس نیوز از واشنگتن با ماست. آقای فارس، خوش آمدید به برنامه. در سخنرانی رئیس جمهوری ایران دیدیم که او به نوعی حاضر امتیازهایی به آمریکا بده، از جمله اینکه گفت اگر که آمریکا به برجام حساسیت داره، دست کم به قطعنامه 2231 برگرده و تحریم‌ها رو به واسطه اون لغو بکنه، و بلکه امکان این باشه که در رابطه با برجام دوباره مذاکره ای صورت بگیره. چرا آمریکا استقبال نمی‌کنه از این عقب نشینی ایران؟
مسئله استقبال یا نبود استقبال از یک سخنرانی نیست. طبیعتاً یک سخنرانی رو میشه انعطاف پذیر تلقی کرد و بهش به عنوان یک علامت مثبت نگاه کرد. اما الان بحث تعامل هست، بحث موشک‌هایی هست که ایرانی‌ها علیه عربستان سعودی استفاده کردن، بحث جنگ در یمن هست، نیروهای مورد حمایت ایران در عراق و سوریه هستند. بنابراین برای اینکه جلو بریم دو طرف طبیعتاً باید بیانیه‌هایی درباره قصد و نیت خودشون ارائه کنن. یعنی مثلا آمریکایی‌ها بگن که اگر ایرانی‌ها اعلام کنن که حاضرن از توسعه موشک‌ها، ساخت موشک‌ها و حمایت از نیروهای شبه نظامی دست بردارن، اون وقت آمریکایی‌ها یک قدمی برمی‌دارن، مثلا تحریم‌ها رو کم می‌کنن. بنابراین این می‌تونه یک قدم مثبتی باشه. آقای فارس، مشکل اینجاست که اعتماد بین دو طرف کاملاً از بین رفته. به هر حال در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران توافقی وجود داشت، توافقی بود که جامعه بین الملل اون رو پذیرفته بود. وقتی که آمریکا از اون توافق به شکل یک جانبه خارج شده، ایران رو تحت شدیدترین تحریم‌های ممکن گذاشته، ایران به چه دلیلی باید بپذیره که در رابطه با برنامه موشکیش مذاکره کنه؟ چون مسئله اینجا برخلاف اون اتفاقی که در مورد اوکراین یا آفریقای جنوبی بعد از سقوط بلوک شرق افتاد، بحث فقط برچیدن سیستم هسته‌ای نبود که اونها از رژیم‌های قبلی به ارث برده بودن. اینجا بحث فقط بحث هسته‌ای نیست. بحث هسته‌ای شاید طولانی‌ترین و مشکل‌ترین بحث برای حل کردن باشه. بحث رفتار ایرانیاست. من می‌تونم از دیدگاه آمریکایی‌ها این رو به دو نکته طبقه بندی کنم: بحث موشک‌ها و بحث نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران. ولی همین الان هم ایران میگه که از روز اول هم مقام‌های ایران گفتن که برنامه موشکیشون از لحاظ دفاعی قابل مذاکره نیست و کمتر کشوری هم هست که بپذیره که توان دفاعیش رو با کشور دیگه‌ای به مذاکره بگذاره. الان با خروج آمریکا از برجام، با اعمال تحریم‌ها، با ایجاد بحران پشت بحران در منطقه، آیا فکر می‌کنید که ایران نزدیک شده به پذیرش مذاکره درباره برنامه موشکیش؟ مسئله حتی داشتن موشک نیست. هر کشوری در جهان میتونه موشک داشته باشه. بحث کاربرد این موشک هاست و الان یک واقعیتی است که اینها رو از جانب یمن و حوثی ها به صورت مستقیم اونطور که ما میدونیم استفاده کردن. موشک ها رو خارج از مرزهای ایران ما میدونیم که استفاده کردن. بنابراین بحث دفاعی دیگر نیست. موشک هایی است که در جنگ های دیگری فراتر از مرزهای ایران، فرای مرزهای ایران ازشون استفاده شده. بنابراین ایران آقای فارس، این بحث راجع به موشک‌های هر کشوری صادقه. مگر سلاح‌های آمریکایی در خاورمیانه استفاده نمیشه؟ مگر آلمانی‌ها سلاح به عربستان نمی‌فروشن؟ مگر بریتانیا‌ها سلاح در عربستان نمی‌فروشن؟ اگر که اصل اینکه یک سلاحی تولید کشوری باشه، مسئولیت ایجاد کنه برای اون کشور، عین همین بحث رو میشه راجع به بقیه کشورهایی هم که اسلحه تولید می‌کنن و می‌فروشن کرد. این یک بحث جدی میشه که باید بکنیم. ما بحث ما نیست که کینا رو فروخته. مثلا کسی اینجا به چین یا به روسیه خورده نمیگیره که، یا به آمریکا خورده نمیگیره که موشک به دیگران فروخته. ما داریم راجع به موشک‌های استفاده می‌کنیم که استفاده شدن و به کار برده شدن خارج از مرزهای ایران در یک طریق غیر دفاعی، برای کاربرد غیر دفاعی. اما من فکر می‌کنم رهبری ایران اگر فکر می‌کنن که از یه طرف اگر رهبران رو به این نتیجه برسن که حاضر باشن امتیاز بدن روی موشکاشون و روی شبه نظامی مورد حمایتشون، اون وقت آمریکایی‌ها حاضر میشن که این رو به عنوان یک حداقل ببینن و بیان درباره تحریم‌ها صحبت کنن. این آقای فارس، سلاح‌هایی که به عربستان داده میشه و بر سر بعضن غیر نظامیان بیگناه در یمن داره استفاده میشه، در حملات هوایی داره استفاده میشه، برای دفاع نیستش که استفاده میشه؟ خب استدلال سعودی ها اینه که قبل از 5-6 سال پیش اگر
در یمن یک شورشی اتفاق نمی افتاد و اگر حوثی‌ها از مرز تجاوز نمی کردن به داخل خاک عربستان، اونها چنین برخوردی نمی کردن. استدلال سعودی ها این است که رفتار ایران و متحدان ایران در یمن بوده که اونها رو به چنین واکنشی برانگیخته. بنابراین 5-6 سال از اون قضیه گذشته و سعودی ها طبیعتا به عنوان متحدان آمریکا، بله، اونو دارن در یک جنگ تهاجمی استفاده نمی کنن در لبنان یا آمریکا و این مورد فرق میکنه. حالا در نهایت اگر بخوایم از بحث یمن عبور بکنیم و برگردیم به بحران بین ایران و آمریکا، واقعیتش اینه که ایران یک راه حلی که به نوعی میشه مطلوب دونالد ترامپ باشه روی میز گذاشته. برای اینکه دونالد ترامپ از روز اولم از توافق برجام راضی نبود، میخواست خارج بشه، خارج شد و الان ایران میگه که بسیار خوب، شما تحریم ها رو لغو بکنید، ما مذاکره میکنیم، دوباره مذاکره میکنیم. چرا الان آقای ترامپ پافشاری میکنه بر ادامه این تحریم ها و یک راه حل برون رفت که به نوعی برای ایران هم حفظ آبرو بکنه ارائه نمیده؟ Here's the test. این آزمونیه که پیش روی اونها هستش. پرزیدنت ترامپ میتونه به پرزیدنت روحانی بگه که شما هیچ کاری نکنید، تنها کاری که میکنید یک بیانیه منتشر کنید که نیت شما رو تبیین کنه، ولی در اون بیانیه شما نشون بدید که تا کجا خواهید رفت، تا کجا پیش خواهید رفت، و اون وقت ایالات متحده هم یک بیانیه مشابه منتشر میکنه. بنابراین اینجا بحثی نیست که شروع بکنیم به کارهای مختلف که مثلا نیروهای شبه نظامی رو مهار کنیم یا تحریما رو برداریم، فقط اینکه نیت خودمون رو تبیین کنیم. اما تا زمانی که یکی از دو طرف حتی حاضر نباشه نیت خودش رو به طور مشخص تبیین کنه، اون وقت ما راه حلی خواهیم داشت. متشکرم از شما ولید فارس، مشاور پیشین خاورمیانه دونالد ترامپ با ما. اما علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، هم از واشنگتن به ما پیوسته. آقای واعظ، شنیدید احتمالاً صحبت‌های آقای فارس رو، واکنش شما چیه؟ همونطور که دیدید بسیاری از تندروها در آمریکا پاسخ مناسبی نسبت به این سیاست دوگانه‌ای که آمریکا در خاورمیانه داره ندارند و واقعا راه حل آلترناتیو کاملا مشخصی هم برای وضعیت فعلی ندارن و انتظار دارن که ایران تسلیم بشه در نتیجه این فشارها، که همونطور که ما دیدیم ایران حتی حاضر به دیدار با آقای ترامپ نیست، چه رسیده به اینکه بخواد تسلیم بشه در اثر فشار. بسیار خب آقای واعظ، ولی واقعیت اینه که به هر حال ایران در یک موقعیت قرار گرفته که تحت فشاره، تحریم ها وجود دارند و کماکان از صحبت های امروز آقای روحانی هم دیدیم که میگه که تا این تحریم ها وجود داشته باشن راه مذاکره بسته است. کسی، هیچ یک از طرفین کمکی نمی کنه به رفع این بنبست. بله، ببینید مشکل این هست که دو طرف فکر میکنن که زمان در به سمت اونها هست، به نفع اونها هست. من فکر میکنم رهبران در تهران به این نتیجه رسیدند که به علت اینکه آقای ترامپ انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو داره و سیاست فشار حد اکثریش هیچ دستاوردی در هیچ کدوم از زمینه‌هایی که استفاده شده، چه در ونزوئلا، چه در کره شمالی، چه در اسرائیل، مسائل اسرائیل فلسطین و چه در مورد ایران نداشته، آقای ترامپ خواهان این خواهد بود که بتونه یک دستاوردی به دست بیاره و بنابراین حاضر خواهد بود به اینکه انعطاف نشون بده در مقابل ایران. از اون سو دولت آمریکا گمان میکنه که ایران تحت فشار اقتصادی بسیار سهمگین هست و این وضعیت برای ایران قابل دوام نیست و بنابراین ایران خواهد بود که کوتاه خواهد اومد و ما دیدیم که این اختلاف باعث شد که ابتکار آقای مکرون، که من فکر میکنم بهترین و شاید آخرین شانس بود پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای اینکه از دامنه این تنش ها کاسته بشه، راه به جایی نبرد. آقای واعظ، در سخنرانی آقای روحانی دیدیم که به نوعی کل مسئله رو آقای روحانی خلاصه کرد به برنامه هسته‌ای و در بخش از صحبت‌هاش گفتش که اگر که آمریکا با تأسیسات و با دسترسی ما به سلاح هسته‌ای مشکل داره، برجام اون رو داشت کنترل می‌کرد، ما تحت نظارت بودیم، در حالی که آمریکا به کرات گفته که مشکل فقط مشکل برنامه هسته‌ای نیست. فکر می‌کنید یه علت ادامه تحریم‌ها اینه و ایران داره تلاش می‌کنه این رو خلاصه بکنه به برنامه هسته‌ای صرفاً؟ ببینید بدون شک من فکر می‌کنم تجربه برجام ثابت کرده که ایران و آمریکا نمی‌تونن یک قسمت محدودی از اختلافاتشون رو حل بکنن و انتظار داشته باشن که این توافقی که به دست میاد در بستر گسترده‌تر دشمنی بین دو کشور با ثبات باقی بمونه و هر دو طرف از منافع اون بهره‌مند بشن. بنابراین شکی در این نیست که راهی که در آینده باید پیش روی دو طرف باشه یک توافق گسترده‌تر هست.
توافقی که هم برای ایران منافع بیشتری داشته باشه و هم برای آمریکا. منتها سوال این هست که چجوری میشه با توجه به اینکه از بین رفتن برجام همون یک ذره اعتمادی که ایجاد شده بود بین طرفین رو از بین برده، چگونه میشه بدون برجام به اون توافق گسترده تر رسید؟ و آقای روحانی صحبتش اینه که شما باید به برجام برگردید تا پیش از اینکه ما بتونیم پیشرفتی حاصل بکنیم، که یک پیش‌شرط غیر واقعی هست، غیر واقع بینانه هست، همون اندازه که پیش‌شرط آقای ترامپ برای تغییر رفتار ایران پیش از رفع تحریم‌ها غیر واقع بینانه است. متشکرم. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران با ما. و اما برای گفتگوی بیشتر درباره تحولات امروز، رامان قوامی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ماست و همچنین بیژن احمدی، مدیر مؤسسه صلح و دیپلماسی از تورنتو. آقای احمدی مخالف سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه هستند و همچنین مخالف تحریم علیه ایران. آقای احمدی، جمع‌بندی شما چه بود از صحبت‌های امروز و دیروزی که هم آقای ترامپ هم آقای روحانی مطرح کردند؟ آیا اصلا تغییری در مواضع پیشین اونها دیدید؟ من نکته جدیدی رو در صحبت‌های آقای ترامپ نشنیدم. در صحبت‌های آقای روحانی امروز، به خصوص در رابطه با ائتلاف برای صلح در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، من اگر بخوام صحبت‌هایشون رو در دو نکته اصلی در واقع جمع‌بندی بکنم، یکی به نظر من خطاب در واقع به آمریکا هست، به دولت دونالد ترامپ، که بحث این رو مطرح می‌کنه که به میز مذاکره حداقلی، این بحث مذاکره و در واقع صورت جلسات رو به موارد حداقلی محدود کردن بحث مهمی هست که میتونیم در رابطه با اون بیشتر صحبت بکنیم. و دوم نکته که شما مطرح کردن بود که امنیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز تنها با توافق و همکاری همه کشورهایی که در اون منطقه هستن قابل انجام هست، و این استراتژی رو که در دراز مدت فقط مربوط به این چند سال اخیر هم نیست، که آمریکا داره که بخواد منطقه خلیج فارس رو تنها توسط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با رهبری عربستان سعودی به طور یک جانبه و با در واقع رهبری اصلی خودش بخواد جلو ببره و ایران رو از این توازن قوا که نیاز هست در منطقه خلیج فارس برای رسیدن به یک صلح پایدار پس بکنه، این راه ما رو به یک امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس نمیرسونه. این دو نکته به نظر من نکات مهمی هست که روی این موارد امیدوارم در زمانی مذاکره بشه. رامان قوامی، آقای قوامی که تحلیلگر مسائل خاورمیانه هستند، هم معتقدند ابتکار ایران در نیویورک به منظور کاهش فشارهای سیاسی تشدید یافته اخیر بر تهرانه و برای جلوگیری از احتمال حمله نظامی به این کشور. آقای قوامی، شما چقدر فکر میکنید که این ابتکار آقای روحانی به نام ائتلاف امید ممکنه مورد استقبال کشورهای منطقه قرار بگیره؟ به نظر مورد استقبال کشورهای منطقه اصلا قرار نمیگیره، و اگه دقت داشته باشیم مخصوصا بعد از حملات موشکی و پهپادی به مراکز نفتی عربستان سعودی، نه تنها کشورهای منطقه بیشتر نسبت به ایران اعتمادشون کمتر شده، حتی کشورهایی که اختلافات چندانی با ایران نداشتن، حتی کشورهای اروپایی هم در واقع اعتمادشون رو نسبت به این که ایران تغییر رفتار بده از دست دادن، و من فکر نمی کنم که کشورهای منطقه همچین چیز رو قبول کنن و متوجه این امر هستن که این ابتکار یا این طرحی که در واقع کاملا مبهم هستش، این طرح مبهم در واقع برای یک مانع هستش، یک سپر دفاعی هستش که ایران رو در واقع طرفدار صلح و امنیت منطقه جلوه بده. ولی همه شاهد هستن که در واقع ایران یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی در منطقه هستش. آقای احمدی، بسیاری از منتقدان ایران رو از جمله عوامل بی‌ثباتی و ایجاد عدم امنیت در منطقه میدونن. خب ما اگه بخوایم به همین در واقع کوتاه مدت، به همین چند سال اخیر نگاه بکنیم، که تمامی شواهد و مدارک نشون میده که سیاست اشتباه فشار حداکثری دونالد ترامپ بود که سطح تنش‌ها رو در منطقه خلیج فارس و به طور کلی خاورمیانه بسیار افزایش داد و به وضعیت امروزی رسونده، که هیچ دستاورد ملموس و واقعی رو شما برای به خصوص برای کشورها و ملت‌های منطقه نمیتونید از این سیاست فشار حداکثری ببینیم. اگر در دراز مدت تر هم نگاه بکنیم، میبینیم که سیاست آمریکا در یک جانب گرایی
و در تلاشش از زمان انقلاب 57 ایران برای اینکه یک توازنی رو در منطقه به وجود بیاره که فقط به نفع خود آمریکا و متحدین اون در منطقه باشه، باعث شده که ما نتونیم به یک شرایط آرامش نسبی برسیم و با بی‌ثباتی روبرو هستیم. عملکرد آمریکا رو در عراق نگاه کنید، در کشورهای دیگه منطقه نگاه بکنید، می‌بینید که چه عاملی و چه کشوری وضعیت منطقه رو به این وضعیت رسونده و این بی‌ثباتی ها رو ایجاد کرده. ما نمیتونیم فقط به یک اتفاق نگاه بکنیم در مسئله روابط بین الملل و بگیم که بر اساس این اتفاق مجرم و مقصر ایران هست و یا آمریکا هست و متحدینش. باید به صورت کلی‌تر و درازمدت‌تر نگاه بکنیم و به این صورت یک جانبه قضاوت نکنیم که مهمان دیگرتون به این شکل به نظر من دارن قضاوت میکنن. آقای قوامی، آقای احمدی تنها کسی نیستن که معتقدند عامل بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه حضور نظامی آمریکاست. نه، ببینید، در واقع حضور آمریکایی‌ها تو منطقه بوده، خواهد بود. شاید از این به بعد، شاید بعد از اینکه در واقع مشکل ایران حل شد، حضور نظامی خودشون رو کاهش بدن. ولی در واقع این یک بهانه‌ای هستش که تنها از طرف جمهوری اسلامی شده، در واقع ابراز میشه. یکی از مسائلی که من اصلا موافق نیستم این است که فشار حداکثری تأثیر خودش رو نداشته. به نظرم کاملا برعکس گفته‌های دوستمون و خیلی از کارشناسا هستش. فشار حداکثری دولت آقای ترامپ دو هدف اصلی داره. هدف اولش این استش که در واقع فشار کامل رو جمهوری اسلامی بیاد، سعی کنه که در واقع یه سری حملات یا عکس العمل هایی نشون بده. این عکس العمل ها متحدای بیشتری برای ایالات متحده و کشورهای منطقه فراهم میکنه و شکل‌گیری ائتلاف نظامی علیه جمهوری اسلامی رو در واقع تسریع میبخشه و میبینیم که داره این اتفاق میفته. دلیل دوم، در واقع جنبه دومش، هم مسئله هسته جمهوری اسلامی هستش، ایران هستش، که در واقع فشار میارن، سعی میکنن که جمهوری اسلامی از این طرح در واقع از برجام خارج بشه و وقتی که جمهوری اسلامی از برجام خارج بشه، بیشتر کشورهای منطقه و حتی جهانی، کشورهای ابرقدرت غربی بگیم، در واقع گزینه نظامی که همیشه رو میز بوده هست و باید باشه رو باز هم مطرح میکنن. در واقع جمهوری اسلامی تو تله‌ای که دولت آقای ترامپ پهن کردن کاملا افتاده و عکس العمل اخیر کشورهای اروپایی و اینکه کاملا به صورت آشکار از جمهوری اسلامی میخوان که عملکرد خودش رو تو منطقه کاملا تغییر بده، برنامه موشکیش رو باید ادامه نده و حتی در واقع میخوان کوتاهش کنن، نشانی این استش که فشار حداکثری اون دو جنبه کاملا کار خودش رو داره انجام میده و در داخل ایران هم که در واقع نارضایتی مردم و عموم رو به همراه داشته باشه نسبت به جمهوری اسلامی، ما میبینیم این رو هم به دنبال داشته. آقای احمدی، آیا موفق بود آمریکا در سیاست فشار حداکثری؟ ببینید، بستگی داره که شما از دیدگاه چه کشوری و دنبال منافع کدام کشور باشید. من از نکته آخر ایشون شروع میکنم. فشار حداکثری برای ملت ایران فقر رو به همراه داشته، اقتصاد خرابی رو که امروز وضعیت شما میبینیم رو همراه داشته، شرایطی که مردم حتی برای دسترسی به داروشون، من به بحث مربوط به فساد داخل حکومت کار ندارم که عوامل علت برخی از مشکلات اقتصادی حتما هست، اما امروز تحریم ها و فشار حداکثری یکی از عوامل اصلی شرایطیه که مردم ما در ایران با اون روبرو هستن. برای همین که بشینیم و در خارج از ایران به این شکل بخوایم دفاع بکنیم و فکر بکنیم که به خصوص بگیم که ملت و مردم ایران از این فشار حداکثری دستاوردی رو به دست آوردن، دستاوردی براشون حاصل شده، به نظرم بسیار قضاوت اشتباهی هستش. در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، برجام برنامه هسته‌ای ایران رو کاملاً بر اساس گزارش‌های سازمان آژانس انرژی اتمی نشون داد که ایران به بندهای مختلف برجام پایبند بوده و قرار نبود که به سمت سلاح هسته‌ای بره. ایران هم MPT رو پذیرفته، هم ادیشنال پروتکل، پروتکل الحاقی رو پذیرفته و هر دو تا اینا معنیش این هست که ایران به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت نمی‌کرد. در رابطه با مسائل منطقه باید گفتگو بشه، باید مذاکره بشه بدون فشار، نه روی کشوری رو فشار بیارید تا کاملا تسلیم بشن
اون اسمش هست سیاست زورگویی، نه اینکه یک سیاستی که بر اساس بتونیم از اون به یک صلح پایدار در منطقه برسیم. صحیح. آقای قوامی، فقط لطفاً اگر میشه به عنوان جمع‌بندی نهایی، یا فکر میکنید که سفر حسن روحانی به نیویورک منجر به تنش زدایی در منطقه خاورمیانه میشه؟ نه اصلا، برعکس، در حال حاضر کشورهای منطقه و حتی کشورهای غربی و مخصوصا دولت آقای ترامپ در حال تشکیل دادن یک ائتلاف نظامی علیه جمهوری اسلامی هستن. این ائتلاف نظامی احتمال حمله نظامی ایران رو بیشتر میکنه، اما این حمله نظامی شرطش مشروط بر این نیستش که دولت آمریکا مشارکت مستقیم توش داشته باشه. مهمی که اینجا هستش و ایران جرأت خروج از برجام رو نداشته، همین مسئله هستش که مقامات جمهوری اسلامی میدونن که گزینه نظامی رو میز هستش و خروج از برجام به معنای در واقع افزایش احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی هستش. بله آقای، آقای احمدی، شما هم لطفاً جمع‌بندی کنید. فکر می‌کنید که آیا ایران سفر، این سفر میتونه منجر به تنگزایش؟ این آخرین پاسختون باشه در 30 ثانیه لطفاً. ببینید، اگر آمریکا و متحدینش استراتژی خودشون رو تغییر بدن، و برخی از سیگنال ها دیده شده، اینکه درخواست عربستان سعودی از عمران خان نخست وزیر پاکستان برای میانجیگری، صحبت هایی که در سیگنال هایی که از طرف عمان هست، از طرف قطر هست، از طرف عرب هست، برخی از کشورها آماده هستن که بخوان و شروع بکنن به رسیدن به یک توافق و یک همکاری در منطقه خلیج فارس. پیش از این هم برای رسیدن به یک راه حل جامع روسیه هم برنامه‌ای رو ارائه داده بود. راه حل خلیج فارس از مذاکره، توافق و همکاری خواهد گذشت و نه از جنگ و مواردی که مهمان دیگر تو مطرح کرد. متشکرم بیژن احمدی و رامان قوامی با ما. اما دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، هم از نیویورک به ما پیوسته. آقای دنون، خوش آمدید به برنامه. حسن روحانی امروز در سخنرانیش گفت که ایران آماده است که در صورت بازگشت آمریکا به برجام مذاکره درباره دیگر مسائل رو هم بپذیره. اما نخست وزیر شما از پیگیرترین مخالفان برجام و بازگشت تحریم ها بود. فکر می‌کنید تا اینجای کار این سیاست چه دستاوردی داشته؟ مثل هر سال ما شاهد هستیم که رهبری ایران میاد به نیویورک و به همه دروغ میگن، و سوال واقعی که هست اینه که وقتی میرن ایران برمیگردن تهران چه کار میکنن؟ آیا اونجا باز به حمایت از تروریسم ادامه خواهند داد؟ آیا همچنان 7 میلیارد دلار در سال رو به نیروهای تروریست در منطقه صرف خرج اونها خواهند کرد؟ ما میدونیم که مردم ایران دارن به خاطر این رژیم رنج میبرند. بنابراین بحثی نیست که چی میگن، بحثی اینه که باید ثابت کنن که دارن چه کار میکنن. اونا همچنان دارن ادامه میدن با برنامه موشکی خودشون، موشکای بالستیک، و بحث غنی کردن اورانیوم و حمایت از تروریسم در سراسر جهان. ولی من پاسخ سوالم رو نگرفتم. سوال اینجاست که فشارهای اسرائیل و در نتیجه تصمیم آمریکا برای خروج از برجام آیا منجر به امنیت و ثبات بیشتری در خلیج فارس شده؟ شما خودتون امروز در مقاله در واشنگتن پست راجع به حملات به تاسیسات نفتی عربستان اشاره کرده بودید. من با نیات از نیات آمریکا اطلاع ندارم. برخلاف اون فکر می‌کنم که در روزهای اخیر فشارهای بیشتری، تحریم‌های بیشتری علیه بانک مرکزی ایران وضع کرده. من فکر نمی‌کنم که آمریکا قصد برداشتن تحریم‌ها رو داشته باشه. اونها می‌خوان که رژیم ایران مسیر خودش رو عوض کنن. وقتی که این کارو کردن، اون وقت آمریکایی‌ها خواهند اومد به پای میز مذاکره، اما این اتفاق نیست که الان داره می‌افته. ولی آیا الان خاورمیانه امن‌تر از پیش از خروج آمریکا از برجام؟ خاورمیانه امروز متحدان آمریکا از جمله اسرائیل کشورهای بیشتری هستند، میدونن که رهبری در آمریکا دارن که میتونن بهش اعتماد کنن، میدونن که میتونن با هم دیگه کار کنن علیه خصومتی که از جانب ایران میاد. بنابراین فقط بحث یهودی‌ها نیست، بحث فقط اسرائیلی‌ها نیست، تهدید متوجه هر مرد و هر حکومت میانه رو در خاورمیانه است، چه مسلمان چه یهودی.
آقای دنان، اساساً چرا اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران که به گواهی سازمان‌های نظارتی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سمت بمب هسته‌ای نمی‌رفت اینقدر حساسه، در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که خود اسرائیل سلاح هسته‌ای داره و حتی NPT رو هم امضا نکرده؟ رژیم ایران پیوسته دروغ میگه. ما این رو ثابت کردیم، ما مدارکی رو کسب کردیم از آرشیوی در تهران و نشون دادیم به همه جهان که ایران داشت به جهان دروغ میگفت و این کاری که همچنان دارن ادامه میدن. به جای اینکه به مردم ایران کمک کنن، دارن به سمت توانایی هسته‌ای میرن که منطقه رو و همه جهان رو بی‌ثبات خواهند کرد. وقتی شما رهبری دارین که داره تهدید میکنه که یک کشور دیگر رو نابود کنه، بنابراین بهتره که حرفش رو جدی بگیرید. نباید که ما این منتظر آینده نخواهیم شد و هر اقدامی که لازم باشه برای دفاع از اسرائیل خواهیم کرد. آقای دنان، من پاسخ سوالم رو هنوز نگرفتم. چرا اسرائیل حاضر نیست NPT رو امضا بکنه و بپذیره که نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ایش وجود داشته باشه؟ وقتی شما به این منطقه نگاه میکنید، کشورهایی دارین که مانعی برای که مهم هستن برای ثبات کشور، ثبات منطقه، برای صلح منطقه، کشورهایی هستن که در صلح به سر میبرن مثل اسرائیل، و از طرف دیگر کشورهای خشونتباری رو دارین، رژیمهای خشونتباری دارین مثل تهران، و تصور کنید که چه کار خواهند کرد اونها نیروهای مورد حمایت خودشون رو در یمن، در سوریه، در عراق، در بقیه مناطق مورد حمایت قرار خواهند داد. آیا شما میخواهید که اینها دارای قوه هسته‌ای هم باشند؟ ما این رو تحمل نخواهیم کرد. مسئله ما اون نیست. مسئله اینجاست که چرا اسرائیل به NPT نمیپیونده. من به سوال شما پاسخ دادم. شما کشورهایی دارین که منطقه رو باثبات میکنن مثل اسرائیل، و کشورهایی دارین که منطقه رو بی‌ثبات میکنن مثل تهران. بنابراین شما باید از رهبران تهران بپرسید که چرا همه پولشون رو، همه تلاش خودشون رو، همه انرژی خودشون رو صرف مردم ایران نمیکنن. و الان من میخوام مستقیم با مردم ایران صحبت کنم، به شما بگم ما هیچ چیزی، ما مشکلی با شما نداریم. ما روزهایی رو به یاد میاریم که با مردم ایران در یک مسیر قدم برمی‌داشتیم قبل از انقلاب در ایران. ما دوستان زیادی داریم از ایرانی ها در اسرائیل، در ایالات متحده آمریکا، و روزی خواهد رسید که رژیم دیگری در ایران خواهد بود که دلسوز مردم ایران خواهد بود، و اون وقت ما دوباره با هم دیگه کار خواهیم کرد. آقای دنان، ایران به گفته سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA تحت دقیق ترین نظارت های بین‌المللی بود برنامه هسته‌ایش، و به گواه همه گزارش های IAEA ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نمی رفت. نمیشه که دروغ بگیم. بذارید که به واقعیت‌ها توجه کنیم. همین چند هفته پیش ثابت شد که در همون محلی که ما در آرشیوی که ما آشکار کردیم، فاش کردیم که رد اورانیوم رو پیدا کردن. بنابراین نمیتونید بگین که ایرانی‌ها دارن همکاری میکنن، چیزی رو پنهان نمیکنن. همین چند روز پیش بود این قضیه منتشر شد درباره اورانیومی که در تهران پیدا کردن در جایی که آرشیو قرار گرفته بود. متشکرم. دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد. مجلس نمایندگان آمریکا روند استیضاح رئیس جمهوری این کشور را آغاز کرد. اکثریت مجلس نمایندگان در دست حزب دموکرات است. آنها معتقدند تلاش دونالد ترامپ برای کسب اطلاع از عملکرد پسر جو بایدن، رقیب انتخاباتیش از رئیس جمهوری اوکراین، جرم سیاسی است. جمهوری‌خواهان اما با این جنبندی موافق نیستند. از واشنگتن خبرنگارمان سام فرزانه گزارش می‌دهد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بالاخره به آغاز روند استیضاح دونالد ترامپ تن داد. رئیس جمهوری از آن کرده که از رئیس جمهور اوکراین خواستار اقدامی شده که از نظر سیاسی به نفع اونه. عملکرد دوره ریاست جمهوری ترامپ نشان دهنده این واقعیته که نامحترمانه به سوگند ریاست جمهوریش خیانت کرده. به امنیت ملی ما خیانت کرده، به حیثیت انتخابات ما هم خیانت کرده. برای همین امروز اعلام میکنم مجلس نمایندگان تحقیقات برای استیضاح رو شروع میکنه. رئیس جمهور باید پاسخگوی اعمالش باشه. هیچ کس فرای قانون نیست. خانم پلوسی که سر پرونده دخالت روسیه در انتخابات پیشین حاضر به استیضاح رئیس جمهوری نشده بود، این بار به نظرش کشور در بزنگاهی جدی تر است.
ماجرا از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شروع شد که متن آن به نظر یک مأمور امنیتی خلاف مصالح کشور آمده و از آن شکایت کرده بود. گویا آقای ترامپ از آقای زلنسکی 8 بار خواسته بود تا درباره کسب و کار پسر جو بایدن در اوکراین تحقیق کند. این در زمانی بوده که آقای ترامپ پرداخت وام به اوکراین را به تأخیر انداخته بود. کشوری که نگران است ترکش دعواهای سیاسی درونی آمریکا به آنها اصابت کند. مهمترین چیزی که باید بیاد داشته باشیم اینه که اوکراین به حمایت آمریکا احتیاج داره، نه فقط کمک مالی بلکه حمایت. برای اینکه ما الان کشور متفاوتی است، باید قدرتمند باشیم و برای همین به حمایت احتیاج داریم، حمایت در سطح ژئوپلیتیک و سرمایه گذاری. آقای بایدن یکی از بخت‌های حزب دموکرات برای رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکاست که در دوره معاونت ریاست جمهوری با فشار به اوکراین موجب اخراج دادستان کل کشور شد. آقای ترامپ در اقدامی مناقشه برانگیز به جای ماموران دولتی وکیل شخصیش را مسئول پیگیری این موضوع از اوکراینی‌ها کرده بود. من هیچ وقت نشیدم که پسر یک معاون رئیس جمهوری 1.5 میلیارد دلار از دولتی بگیره که باهاش مشغول مذاکرات جنجالی هستیم و پدرش هم مسئول مذاکرات باشه. بوی گند این کار تا آسمون‌ها بلند شده. جمهوری خواهان که در مجلس نمایندگان در اقلیت هستند هم سعی کردند که به نوعی این استیضاح را کم اهمیت جلوه داده و آن را بازی سیاسی رقیبانی بدانند که از روز اول با آقای ترامپ سر جنگ داشتند. کار ما قانونگذاریه، نه ادامه تحقیق درباره چیزی در گذشته. وقتی که نمیتونید چیزی برای استیضاح این رئیس جمهوری پیدا کنید، انتخابات تموم شده. متوجه هم که نتیجه انتخابات سال 2016 آنطور نشد که خانم پلوسی میخواست، اما او نمیتونه قوانین کنگره رو عوض کنه. او به تنهایی نمیتونه تحقیقات درباره استیضاح رو شروع کنه. آقای ترامپ هم به دفاع از خود برخاست. او که روز شلوغی در سازمان ملل داشت، در توییتر از رقبا گله‌گذاری و آنها را به پاپوش‌دوزی متهم کرد. او همچنین گفت که از اوکراینی‌ها اجازه انتشار متن گفتگوی مورد بحث گرفته شده و به زودی در اختیار کنگره قرار می‌گیرد. کنگره اما خواهان در اختیار گرفتن متن شکایت کارمند دستگاه‌های امنیتی هم هست و تحقیق درباره قصد و نیت آقای ترامپ برای تأخیر در پرداخت وام به اوکراین. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. مجلس عوام بریتانیا امروز بعد از وقفه 16 روزه کارش را از سر گرفت. دیروز دادگاه عالی حکم داد که اقدام دولت در تعلیق پارلمان برای 5 هفته غیرقانونی بوده. حکمی تاریخی در روند دموکراسی در بریتانیا. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که به سرعت خودش را از نیویورک به لندن رسانده، گفته به تصمیم دادگاه عالی احترام می‌گذارد. کسرا ناجی خبرنگار ما از مقابل دفتر نخست وزیری با ماست. کسرا، امروز انقدر ما اینجا درگیر خبرهای مجمع عمومی سازمان ملل بودیم، در حالی که این زلزله سیاسی که در بریتانیا در جریان داره رو نتونستیم اونقدر بهش بپردازیم. خب آقای جانسون برگشت به لندن، رفت به پارلمان، چه گفت؟ قبل از اینکه سوالت جواب بدم، من جلوی پارلمان هستم، نه دفتر نخست وزیری. نخست وزیر بوریس جانسون الان در این پارلمان مشغول بحث هست با نمایندگان پارلمان. روزی تاریخی برای این پارلمان به خاطر اینکه تونست حاکمیتش رو پس بگیره و دوباره کارش رو شروع بکنه. اعتبار آقای جانسون به شدت پایین آمده به خاطر این تلاش دولت برای نقض حاکمیت پارلمان و تعلیق موقت و تعطیلی موقت پارلمان. صحبت از این بود طی روز که ممکنه او استعفا بده، اما حدود 1.5 ساعت پیش که او اینجا صحبتاشو شروع کرد معلوم بود که همچین نقشه‌ای نداره، برنامه‌اش استعفا نیست. اینجا دوباره خواهان انتخابات زودرس شد، چیزی که حزب کارگر و مخالفا نمیخوان چون به او اطمینان ندارن و میخوان که اول مسئله به اصطلاح تعویق خروج از اتحادیه اروپا حل بشه و بعد به دنبال انتخابات برن. به گزارش من توجه کنید.
از گوشه هایی از آن چیزی که امروز اینجا در این پارلمان گذشت. مادر پارلمان های جهان امروز کارش را از سر گرفت بعد از یکی از بزرگترین تهدیدها به آن و به دموکراسی در بریتانیا در چند صد سال گذشته. این رئیس مجلس امروز راهی صحن مجلس در این روز تاریخی، روزی که پارلمان به کمک دادگاه عالی دوباره حاکمیتش را اعمال کرد. اینجا رئیس مجلس برگشت نمایندگان به محل کارشان را خوش آمد گفت. دولت به گفته دادگاه عالی بدون توجیه قابل قبولی مجلس را تعلیق کرده بود. ظاهراً فقط برای تنظیم برنامه قانونگذاری تازه از طرف دولت. حرکتی غیر دموکراتیک به گفته مخالفان برای تعطیل کردن پارلمان و خروج از اتحادیه اروپا بدون مشورت و رأی پارلمان. دادستان کل که به دولت مشاوره داده بود که تعلیق غیر قانونی نخواهد بود زیر حمله نمایندگان. Given the Supreme Court's judgment, in legal terms, the matter is settled. او امروز گفت با وجود آنکه دولت با حکم دادگاه مخالف است، اما انگیزه 11 قاضی دادگاه عالی را زیر سوال نمیبرد. او گفت دولت اگر نتواند تا چند هفته ی آینده به توافق جدیدی برای خروج از بریتانیا برسد، از اتحادیه اروپا طبق قانون خواهان تمدید مهلت خروج خواهد شد. دیروز 11 قاضی دادگاه عالی به اتفاق آرا حرکت نخست وزیر را که به ملکه توصیه کرده بود پارلمان را تعلیق کند غیر قانونی دانستند. حرکتی که دموکراسی را به گفته آنها به خطر انداخت. حکم این دادگاه را یکی از سرشناس‌ترین حامیان دولت در پارلمان یک کودتای قانون اساسی توصیف کرد. نخست وزیر بوریس جانسون سفرش را به نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل کوتاه کرد و امروز به لندن برگشت. او گفته اگرچه با رأی دادگاه عالی شدیداً مخالف است، اما با آن احترام می‌گذارد. ولی به هر تقدیر تا آخر اکتبر تقریباً 5 هفته دیگر بریتانیا را از اروپا بیرون خواهد برد. در مجلس نخست وزیر زیر فشار است تا به خاطر گمراه کردن ملکه و تضعیف این خانه ملت استعفا بدهد. مخالفان اما فعلا خواهان انتخابات تازه‌ای نیستند تا اینکه اول خطر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا منتفی شود. کسرا نجی، بی بی سی. کسرا، امروز همه بحثا دوباره به ایران برمیگرده. بوریس جانسون قبل از اینکه خودش رو به لندن برسونه دیداری داشت با رئیس جمهوری ایران در نیویورک و دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم واکنشی داشته نسبت به مسائل مربوط به ایران. اخیرا درست رانا، دامینیک راب اینجا در مجلس همین حدود 3 ساعت پیش یک بحثی رو درباره ایران شروع کرد بعد از برگشتش از نیویورک و صحبتاش با وزیر خارجه ایران و بعد از ملاقات بوریس جانسون با رئیس جمهور ایران حسن روحانی. این بحث حدود 3 ساعت پیش اینجا شروع شد با بیانیه دامینیک راب وزیر خارجه. بیانیه شدید از نظر لحن بیانیه که به نظر میرسه که موضع بریتانیا در ارتباط با ایران سخت‌تر شده. آقای راب صحبت از این کرد که بریتانیا به قول او مستقلانه و محتاطانه به این نتیجه رسیده که ایران مسئول حمله موشکی به تأسیسات نفتی عربستان بوده. میگه شواهد روشنی وجود داره و هیچ توضیح معقول دیگری وجود نداره. میگه که این اقدام ایران یک حمله نظامی علیه عربستان و نقض اساسی ترین اصول حقوق بین الملل. صحبت از این میکنه که حمله به تأسیسات آرامکو نشون میده که بریتانیا و جامعه جهانی باید به قول او با رفتارهای بی ثبات کننده ایران مقابله کنند، باید به تهدیدهایی که از طرف ایران متوجه آزادی کشتیرانی است مقابله کنند. این رو هم میگه که لزوم داره که یک ائتلاف، وسیع‌ترین ائتلاف
از کشورها باید تشکیل بشه که با این رفتار ایران مقابله کنه. اما این رو هم اضافه میکنه که هنوز ما میخواییم با ایران کار کنیم که تنش رو در منطقه پایین بیاریم. این گوشه ای از صحبتهای دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا اینجا در پارلمان همین چند ساعت پیش. بریتانیا همواره رویکرد روشنی درباره رابطه با ایران داشته. ما دوست داریم شاهد رهایی ایران از انزوا باشیم. اما این تنها زمانی اتفاق میفته که ایران به اصول اولیه موجود در قوانین بین المللی احترام بگذاره. تخلفات ایران تنها نقض مسائل تکنیکی قوانین بین المللی نیست، بلکه جدی و سیستماتیک است. اقدامات بی‌ثبات کننده ای که ضوابط بین المللی رو زیر پا میگذاره و این اقدامات باید برای ایران تبعاتی داشته باشه. And those actions must have consequences. اینجا اینم اضافه کنم که در بحثی که اینجا در مورد ایران بود، سخنگوی حزب کارگر هم کم و بیش همین مواضع رو گرفت و همین مواضع رو اتخاذ کرد، مواضع دولت رو. به نظر میرسه که حزب کارگر هم موضع سختری پیدا کرده. در مجموع به نظر میرسه که در روزهای اخیر چه در نیویورک و چه در اینجا بعد از این حملات به تأسیسات هسته‌ای، تأسیسات نفتی عربستان، مواضع سخت‌تر شده علیه ایران. اگر ایران می‌خواست که با اقدامهاش آمریکا تحریم‌ها رو کم کنه، تحریم‌ها می‌بینیم که بیشتر شده. اگر ایران می‌خواست که کشورهای اروپایی باهاش همراهی بیشتری کنن و فشار تحریم‌ها کم بشه، که می‌بینیم کشورهای اروپایی مواضع سخت‌تری پیدا کردن. به نظر می‌رسه که ایران با بالا بردن درجه حرارت در منطقه نتونسته واقعا به مقصودش برسه. گرم خبرنگار ما کسرا ناجی همزمان تصاویر زنده گفتگو در پارلمان رو هم میبینیم، جایی که بوریس جانسون نخست وزیر کماکان در حال بحث و گفتگویه که به نظر هم شنیدنی میاد. ممنونم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در 10,000 محل رایدهی زنانه نتوانستند کارمند زن استخدام کنند. هوا علم‌نورستانی رئیس این کمیسیون در مصاحبه ویژه با بی بی سی گفته که در این محلات رایدهی افراد و متنفذین قومی که قابل قبول مردم باشند انتخابات را برگزار میکنند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است شنبه این هفته برگزار شود. علی حسینی در این گفتگو ابتدا از خانم نورستانی درباره آخرین اقدامات کمیسیون انتخابات پرسیده. کمیسیون مستقل انتخابات بنا به مکلفیت‌های قانونی همه وظایف محولی مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری 1398 تکمیل کرده و مواد حساس و غیر حساس به ولایت رسیده و از ولایات تا 5 میزان باید نهایی شو رسیدن، یعنی بعضی رسیدن به محلات و بعضی در حالت رسیدن هست. چند روز پیش اگه انتقاد جدی وارد شد از طرف یکی از کمیشنرها در رابطه با نحوه استخدام در دارالانشا و گفتن که این استخدام بر اساس قانون نیست و او پروسه قانونی خودش را تعیین نمی‌کنه، و حالا هم شما به این نظر هستین که هیچ اختلاف دیدگاه بین کمیشنرها هم وجود نداره، شما هم به این باور هستین که در استخدام اعضای عالی رتبه دارالانشا و دبیرخانه قانون رعایت شده؟ در بعض استخدامی که ما کردیم خب کلش خیلی اصولی و از طریق اصلاحات اداری و با مور رقابت آزاد به وجه احسن شده و ما من حیث آمر عطا و را امضا کردیم و پیشنهاد رفته. این خو یک مبحثی است که بالکل قانونی بوده. اما یک مشکل که موجود بود و بعضی کمیشنر صاحبا یا یک کمیشنر یا دو با او دیدگاه مخالف داشت و در قسمت معینیت مالی و اداری دارالانشا بوده که اونا سرپرست هستند، با حکم رئیس جمهور سرپرست هستند و اون وقتشان پوره شده. از اون وقت سرپرستیشان مای پست عالی نی تقریبا 1.5 ماه قبل به اعلان رفته بود و به اعلان هست، اما خوشبختانه که فردا امتحانش است. نیروهای امنیتی گفتن در حدود 700 مرکز تقریبا در تهدید امنیتی قرار داره، در حدود 400 مرکز دیگر هم بستن، ولی باز هم کمیشنرها انتقادشان این است که این آمار واقعی نیست. شما در رابطه با آماری که از نیروهای امنیتی میگیرین چقدر در رابطه با آمار ملاحظه دارین؟
ما ملاحظه سرش نداریم. به خاطر چی نداریم؟ که مراکزی که ما بگوییم باز باشه از دید ما و او امنیتش تامین نشه. شما میفهمین که نی در اونجا شفافیت تامین است، نی در اونجا امنیت تامین است و نی حفاظت رای دهندگان. گفته شده که 11,000 محل در حدود 450 مرکز و در 21 ولایت تصمیم گرفته شده چون کارمند خانم پیدا نشده مردها بیاین و او روند انتخابات برگزار کنه. خب در خیلی از جاها امکان داره حضور همین مردی که شما گفتین که یک از آدمایی باشه که قابل قبول باشه میتونه مشکل ساز باشه و چقدر بر رایدهی تاثیر میتونه داشته باشه؟ متاسفانه در افغانستان شرایط هست دیگه که در اونجا ما مناطقی داریم که در اونجا خانما حاضر نشن برای کار کردن و ایراپور ما داریم که نشدن. ما دیگه ناگزیر شدیم. شما میفهمین که یک ملک، یک مسفید، یک متنفذ از اعتبار زیادی برای مقریه برخوردار است و وقتی که اگر او در مساید باشه ما متعقین استم که یک دختر منعیسی دخترش یا خانم منعیسی خوارش در اون جمعی اعتماد دارن. با توجه به اینکه شما ای پیشنهاد شماست که یک نفر دیگه بیا، یک مرد بیاید یک مرکز رایدهی، یک محل رایدهی و روند رایدهی زنان را پیش ببره که خیلی با توجه به سنتی بودن جامعه امکان داره تأثیر گسترده حداقل در 11,000 محل بگذارن. یعنی اول خب نباید اموتر می شد، حالی که یه تر شده دیگه بدیل برش نداریم به خاطر که از حق رای خود یا محروم نشن. خب نورسانی، اگر بر سر دستگاه بایومتریک هر اتفاق بیفته در اون مرکز یا اون محلی که اتفاق ما باطل می کنیم، فقط که امی مشکل در سایت پیدا شد و به بحران بردنشد، دیوایس گم شد یا کدام گپ شد، هیچ دیگه اون محل ما حساب نمی برای ما قابل حساب. رای بایومتریک دیوایس کنکت کردنشان کت نت و انتقال الکترونیکیشان بسر. اگر اتفاق بیفته که به گفته شما یکی به زور یک جنجال سیاسی ایجاد کنه، واکنش کمیسیون، نگاه کمیسیون به جنجال چیست؟ نگاه کمیسیون بازم بی‌طرفانه است، به شفافیت دیدن هست و به حق به حقدار سپردن و تحفظ آرای مردم افغانستان است. اگر انتخابات به دور دو بره که بحث گمانه‌زی زیادی در زمینه وجود داره، چقدر کمیسیون آماده است؟ ما برای دور دو آماده هستیم. او را پیش بینی کردیم و برای از او کل آمادگی ها را داریم. هر آن چیزی که در امروز برش کار است همه را آمادگی داریم و بیخی خدا کنه که اول نره، اگر میره ما آماده هستیم. پلانش همه چیزش در زمان معینش برگزار میشه؟ بله بله. هوا علم نورستانی بود، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان. ما روز شنبه هم پوشش ویژه‌ای خواهیم داشت درباره انتخابات افغانستان. با ما باشید. این بود این 60 دقیقه. فعلا خدافظ.